نام یاد خداوند بخشنده مهربان و بارسلام و درود بی پایان خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. محمد شریف شریفی هستم و در خدمت شما قرار دارم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسشگر. موضوعی که در این هفته با آن پرداخته ایم کارکرد حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری هست. مهمانان ما در این بحث آقای سلطان آریا استاد دانشگاه و آقای جواد حمید فعال مدنی. خوش اومدین بس. جناب آقای آریا، اگر برگردیم به حکومت جناب آقای کرزی، فساد اداری در حکومت آقای کرزی تا چه میزانی بود به نظر شما؟ من خداوند بخشاینده و مهربان، با سلام خدمت شما، خدمت آقای حمید و همچنان بینندگان گرامی تلویزیون چکات و با درود بر روح شهدای ارتش ملی که در چند روز گذشته به خاطر دفاع از وطن جانهای شیرین خود تقدیم کردند. در مورد حکومت آقای کرزی خب به اندازه کافی صحبت شده که چه اندازه فساد وجود داشت، در همه ابعاد فساد وجود داشت، از فساد اداری گرفته تا فساد سیاسی و در لایه‌های مختلف، چی فساد فردی بگوییم چی فساد سازمان یافته بگوییم و چی فساد اداری چی فساد سیاسی و چی فساد در درون دولت و چی در فساد در رابطه دولت با شهروندان، در کلیت به گونه گسترده در حکومت آقای کرزی فساد وجود داشت و چون در اون زمان پول هم بیشتر وجود داشت، منابع تمویلی که یا منابعی که توسط خارجی ها فراهم میشد، پولهای بیشتر به افغانستان فراهم شده بود، در حقیقت در زمان حکومت آقای کرزی ریشه های فساد در حقیقت روز به روز رشد داده شد، تقویت شد تا جایی که تمام بدنه نظام ردید فساد فرا گرفت، از گمارش افراد به اساس سلیقه های فردی و قومی و گروهی تا استخدام افراد در مقام های پایین رتبه به اساس گرفتن پول تا بالاخره پرداخت رشوت، تا وجود کلینیک ها و مدرسه های خیالی، تا وجود ارتش خیالی یا بگیم سربازان خیالی، به همین ترتیب تا بریم به طرف نهادهای مستقل که عبارت از کمیسیون مستقل انتخابات باشه، فساد در اونجا وجود داشت، در دیگه نهادها وجود داشت و در کلیت در تمام ابعاد به گونه گسترده در زمان حکومت آقای کرزی فساد وجود داشت که خب برای همگی روشن هست، در تمام ابعاد فساد وجود داشت و در این حال نهادهایی هم که برای مبارزه با فساد در زمان آقای کرزی تأسیس شد، خود اینها تبدیل به منبع فساد شدند و نتانستن دستاورد چشمگیری در عرصه مبارزه با فساد داشته باشند. علت این همه فساد در زمان حکومت آقای کرزی چه بود از نظر شما؟ ببینیم، اگر خب در کلیت نظام افغانستان در نظر بگیریم، در کل نظام رو در نظر بگیریم، از ابتدا همین حکومت و همین نظام جدید به اساس یک مصلحت در بن شکل گرفت و این مصلحت گرایی سبب شد که ما به طرف تخصص گرایی نریم، به طرف شایسته سالاری نریم و در این حال اون فرایندی که ما به طرف باید میرفتیم به طرف دولت سازی و ملت سازی یا ملت دولت سازی، متاسفانه گام های عملی برداشته نشد. این که چی عوامل وجود داشت؟ عوامل متعدد، هم وجه اقتصادی از او، چون کمک های زیاد سرازیر شده بود در افغانستان، این کمک ها مورد استفاده قرار گرفت، مورد سوء استفاده قرار گرفت و نظارت درست وجود نداشت، اراده قاطع برای جلوگیری از فساد وجود نداشت و در یک سطح هم خارجی ها هم خب در یک سطح میخواستن فساد در حکومت افغانستان وجود داشته باشه تا خواستهایی که دارن برآورده بشه. از سوی دیگه خود عامل اقتصادی هم بود که خب حکومتی که به وجود آمد معاش لازم برای کارمندا پرداخت نمیکرد و خب کارمندان هم خواهی نخواهی از فساد کوچک شروع تا به فساد بزرگ به وجود آمد. در عرصه فساد سیاسی هم گفتم در نشست بن حکومتی که شکل گرفته بود، در حقیقت هر کس میتونست پیش بینی کنه که فساد سیاسی رو به وجود میاره، حکومت قومی و تقسیم چوکی ها بر اساس مناسبات قومی و شکل گرفتن ساختار قدرت منبعث از ساختار قومی در افغانستان، اینها این انتظار به وجود میاد که خب فساد هم به وجود بیاد. چرا؟ چون در این حکومت شایسته سالاری از میان برداشته میشه، بحث بیشتر بحث قوم مطرح میشه و در این حال دیدیم که انتخابات های یک زمان برگزار شد به اساس خواست مردم و اراده این مردم، کسی که انتخاب شد نبود، به این اساس
در این حال عوامل فرهنگی هم در جامعه وجود داشت، اون مصلحت اندیشی که در جامعه افغانستان وجود داشت سبب میشد که از خیلی مسائل در ابتدا چشم پوشی کنند به اساس روابطی که در درون نظام وجود داشت و سیاسی اون داشتن با یک دیگر یا بگوییم وابستگی هایی که داشتن، مصلحت گرایی به وجود آمد و بالاخره سبب شد که فساد روز به روز افزایش پیدا کنه. و در این حال بحث اساسی و نهادی، بحثی که نظارت درست وجود نداشته رو زمان خارجی ها کمک های زیاد رو سرازیر کردن در افغانستان بدون اینکه سازکار برای نظارت از این فرایند در نظر بگیرن. پروژه های مختلف اجرا شد، پول های در هر وزارت سرازیر می شد، ولی میکانیزم های شفاف برای استفاده از این پول و بالاخره برای نظارت از فرایند استفاده از این منابع وجود نداشت. بالاخره همه عوامل دست به دست هم داده بود تا فساد روز به روز افزایش پیدا کنه. و اون بحث اساسی هم که در رأس نظام فردی که قرار داشت هم مصلحت‌گرا بود و هم نفع خود در بحث فساد میدید. به خاطر اوج فساد در روز زمان به وجود. تشکر از شما. شما آقای حمید، آقای عالی اشاره کردم به حکومت آقای کرزی و علل فساد در زمان آقای کرزی، اما حکومت وحدت ملی که شکل گرفت با در راستای مبارزه با فساد اداری، عمدترین شعار هر دو کاندید در روز زمان مبارزه با فساد اداری بود. به نظر شما تا چه میزان واقعا حکومت وحدت ملی توانست که با فساد اداری مبارزه کنه؟ خب ابتدا من هم عرض سلام دارم حضور شما و مهمان عزیز شما جناب آقای آریا و بیننده‌های خوب شما. ببینید حکومت وحدت ملی حالا متشکل از دو کاندیدایی که پیشتاز بودن شکل گرفت و همونطور که شما گفتین به شعار از اینا مبارزه با فساد اداری بود، اما متاسفانه این شعار تبدیل شد به یک ابزار در حکومت وحدت ملی. هم ما شاهد از این هستیم با اینکه گام‌های مثبتی نسبت به حکومت قبلی برداشته شده، اما دیدیم که از این به عنوان یک ابزار استفاده شده. هرگاه که یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان قرار بود اجرا بشه یا برگزار بشه، این شعارها بالا می‌گرفت، یک سری تغییرات و یا تحولات ایجاد می‌شد و بالاخره اینکه وعده‌هایی که دادن سر از اینکه استراتژی مبارزه با فساد می‌سازند در سال اول حکومت وحدت ملی تصویب شد که قانون مبارزه با فساد اداری اونا می‌سازند، اما 4 سال زمان گرفت تا این قانون ساخته بشه و توشی بشه و او هم یک قانونی که در او تناقضات زیاد هست و خواسته های ملت و جامعه مدنی در او لحاظ نکردن ساخته شد. آمدن ساختارسازی های هم انجام شد، حالا آمده مثلا اداره عالی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین ساخته شده یا به اصطلاح در معینیت لوی سارنولی معینیت مبارزه با فساد اداری ایجاد شده، اما اینا هیچگاه مؤثر نبوده و ما میبینیم که هنوز فساد در افغانستان بیداد میکنه و متاسفانه مردم از این ناحیه متضرر ساخته. من فکر میکنم که در همون حد شعار خیلی از حرفا باقی مانده و هیچ کار نسبتاً مفید و مؤثر در راستای مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی هم انجام نشده. میزان فساد در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت آقای کرزی تا چه میزانی افزایش پیدا کرده به نظر شما؟ ببینید فساد سیستماتیک تر شده متاسفانه، نمیتونیم بگیم افزایش داشته، حالا میتونیم بگیم تا حدودی فسادهای کوچک کم شده، اما فساد سیستماتیک تر شده در حکومت وحدت ملی به دلیل از اینکه خب آمدن یک سری مکانیزم ها یا راهکارها را ارائه کردن و بعد حالا به فکر از این شدن که چی رقم این مکانیزم ها و این راهکارهایی که خود از اونها طرح کردن اینا رو دور بزنن و متاسفانه فساد سیستماتیک تر شده، فساد زنجیره‌ای تر شده در این حکومت و متاسفانه حالا اگر افزایش نداشته باشه کاهشی هم نداشته. آقای ریام، حکومت وحدت ملی در آغاز جدیت بسیار زیادی داشت در راستای مبارزه با فساد اداری، اما خالصای حساب به مرور زمان این جدیت دیگه مشاهده نبودیم. به نظر شما علت افت این جدیت حکومت وحدت ملی چه بود؟ از نظر شما ببینیم، من فکر میکنم بقای همین نظام وابسته به فساد هست، بقای همین نظام وابسته به همین تبعیضات و تعصبات قومی هست، بقای همین نظام وابسته به جنگ و خونریزی است متاسفانه بگوییم. چرا مهیر میگم؟ ببینیم از اولین گامه که حکومتی که میگفت ما با فساد مبارزه میکنم، پیش از این که به وجود بیای فساد کردن در حقیقت اینا، شعارهایی که در زمان انتخابات میدادن، حالا فکر میکنیم 5% اونها برآورده شده؟ نشده.
از زمان انتخابات اینا دروغ میگفتن، در زمان انتخابات اینها فساد کردن. شرکت علی کوزهی که بعدن فاش شد، سال گذشته فاش شد، که آقای غنی نسبت به ای که در زمان انتخابات از اونها حمایت کرده بوده، 143 جریب زمین با 90% تخفیف قرار بود که به شرکت واگذار کنن. چرا؟ چون در زمان انتخابات از ما حمایت کرده. زمانی که خود فرد، کسی که در رأس اداره، در رأس حکومت قرار میگیره، در رأس هرم قدرت قرار میگیره، خود از او در به فساد آلوده باشد، که شما نمیتونیم انتظار داشته باشین که او بیاید با فساد مبارزه کنه. چرا؟ چون اگه بخوای با فساد مبارزه کنه، اولین کسی که دستی زیر پنجه قانون میره خود این فرد هست. اگه ما بیایم مقایسه ای داشته باشیم، بیایم بگیم در کدام عرصه، خب در عرصه افکار عمومی تلاش های زیاده در حکومت جدید صورت گرفته که نشان بدن کارهای تغییر کرده، ما خوشبینی های آفریدیم یا تلاش کردن خوشبینی بیافرینن. ولی در عمل ببینیم، اگر از تعداد مشاوران در نظر بگیریم، در زمان آقای کرزی، 110 مشاور داشت که گفته میشد برخیار در 2 سال و 3 سال هم نمیدید. حالا آقای غنی هم به گفته خود سخنگوی آقای غنی 102 مشاور داره، ولی به گفته رسانه ها بالای 200 مشاور. اگر مشاوران آقای عبدالله و آقای محقق و معاون اول آقای عبدالله و معاون دوم آقای غنی را در نظر بگیریم، شاید این مشاوران از 200 و 300 هم بالا بزنند. و در این حال فرایند استخدام اینها، گمارش اینها هم ناشفاف بوده. در این حال شایستگی این افراد هم هیچگاه در نظر گرفته نشده. 50% اینها، بالای 50% مشاوران در امور قومی هستند. مشاوران در امور قومی نمیخوان چیکار کنند؟ چی مشکل را این مشاوران حل کردند؟ در حکومت آقای کرزی در این بخش فساد وجود داشت، در حال حاضر هم فساد در این بخش وجود داره. افراد ناتوان و ناشایسته ای که توانایی کار در دیگر سارت ندارن به عنوان مشاور، حتی بدنامترین افراد میبینن به عنوان مشاور استخدامش، هم برای آقای عبدالله، هم برای آقای غنی، هم برای معاونین ایشان این گونه وجود داره. اگر از این فراتر بریم، در کمیسیون انتخابات که در کمیسیون گذشته فساد به گونه گسترده وجود داشت، سوء استفاده از صلاحیت ها و بالاخره دستبرد در انتخابات، در انتخابات گذشته پارلمانی هم در این حکومت جدید نشان داد در کمیسیون هم که فساد به گونه گسترده وجود داره، که تا جایی که خود معاون رئیس جمهور میای انتقاد میکنه از فساد در کمیسیون و مداخلات بیجای کمیسیون و عدم شفافیت که اون میگه در سطح جهان ما را به فضاحت کشانده. اگر در هر اداره نگاه کنیم، در پلیس اگر ببینیم فساد به گونه گسترده وجود داره، در فرایند گمارش افراد فساد به گونه گسترده وجود، شاید در مباحث کوچک همونطور که آقای امید گفتن فساد کاهش یافته باشه، و در یک سطحی هم نسبت به این که حالا پول کمتر هست فساد کاهش یافته باشه. ولی بیایم نگاه کنیم در گمرکات تا حال چی اندازه فساد کاهش یافته. خود آقای رئیس جمهور میگه سالانه 700 میلیون دلار در گمرکات ما فساد صورت میگیره. یعنی فکر کنیم روزانه در حدود بالای 3 لک باید یا تا 5 لک دلار تنها در گمرک هرات فساد صورت بگیره. بس گفته آقای رئیس جمهور، که خود رئیس جمهور میگه، میگه در گمرکات ما سالانه 700 میلیون دلار فساد صورت میگیره. آیا ما و شما که در همین جامعه زندگی میکنیم و میبینیم، آیا فساد کاهش پیدا کرده؟ بس دیگه فرایند تمایل خود جامعه هست، دیدگاه جامعه نسبت به فساد است. در زمان آقای کرزی اگر فساد به گونه گسترده وجود داشت، انگیزه برای این وجود داشت کسانی که وارد نظام میشدن که خدمت کنن. خیلی‌ها به باور بودن که ما میریم میخوایم شفاف کار کنیم و نمیخوایم فساد کنیم. میگم فساد آلوده میشدن یا نمیشدن اون بحث دیگری هست. ولی در زمان حکومت وحدت ملی 99% کسانی که وارد نظام میشن، پیش از اینکه وارد بشن، حتی جوانایی که ما اینا منبع امید بودن، میگفتیم جوانها وارد نظام بشن، این جوانها انتظار دارن که فساد نکنن، پیش از اینکه فرد وارد نظام بشه از پرسان کنی خب میخوای با 10,000 چیکار کنی؟ خب مشخص است، میگه میخوایم جمع کنیم، بریم جمع. یعنی فساد به گونه گسترده در این حکومت هم وجود داره. در این حال در این حکومت میبینیم که معاشات فوق العاده هم به گونه گسترده پرداخت میشه. در سال 96 تنها به گزارش نشان میداد که 17 میلیون دلار معاش کارمندان ارگ ریاست جمهوری جمع ارگانهای محل شده. این فساد بسیار کلان هست. 17 میلیون دلار فقط معاشات کارمندانه که معاش فوق العاده میگیرن.
17 میلیون دلار شده. ایره شما بیاین بسنجیم. اون کد 9091 که همیشه در زمان آقای کرزی ناشفاف بود و هیچ پاسخگویی وجود نداشت، در حکومت آقای غنی هم تا فعلا شفاف نیست و نهادی که خود آقای غنی تأسیس کرده دو ماه پیش گزارش رو منتشر کرد که اداره نظارت بر تطبیق قانون استراتژی مبارزه با فساد بود یا نمیدونم اداره دیگه ای بود، همون کمیته قانون و مبارزه با فساد، دقیقاً شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد. او بیان میکنه که در این کد هیچ شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، اسناد وجود نداره که این پول به کجا مصرف شده. پول به امنیت ملی رفته ولی هیچ پاسخگویی وجود نداره، میگن به خاطر محرمیت باش نمیشه. پول برای جریان صلح پرداخت شده برای پیوستن آقای گلبدین حکمتیار ولی هیچ پاسخ وجود نداره که 4 میلیون دلار چگونه پرداخت شده. و عمدن در واقع عامل فساد هست. آقای میز، آیا شما موافق هستین که بقای حکومت وحدت ملی بر روی فساد هست؟ ببینید، حکومتی که بر مبنای فساد شکل گرفته طبیعتاً بقای از اون بستگی به فساد داره دیگه. شما اگر بخواین که فساد رو بیایم محو کنیم از افغانستان، خب اولین که همونطور که جناب آقای آریان گفتن، اولین کسی که زیر سوال میره کسانی هستن که در رأس همین حکومت قرار دارن. شما اگر خواسته باشین مبارزه جدی با فساد اداری بکنیم، باید از اون انتخابات یا کمیسیون انتخابات شروع کنیم و بعد اونجاها پرونده های فساد زیادی مطرح میشه. و متاسفانه بله، این گونه هست که بقای حکومت بر مبنای همون فساد هست و در همین حکومت هم ما مصلحت گرایی میبینیم. ببینید، اداره عالی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری از ابتدای سال تا حالا 400 پرونده دریافت کرده، اما از این 400 پرونده چند پرونده یا چند دوسیه از این رسیدگی شده. متاسفانه کسانی که مقامات بلند پایه هستن متاسفانه هیچگاه مورد پیگرد قرار نگرفتن، به محاکمه نیامدن. 6 وزیر حکومت وحدت ملی متهم به فساد هستن، چرا پرونده های از اینا به جریان نمیفته؟ که سرصدای نهادهای مدنی در مرکز کشور بلند هست که چرا این وزیرا به محاکمه کشیده نمیشن؟ متاسفانه همین مصلحت گرایی ها و همین که دید از اینایی هست که اگر همین فساد باشه و این حکومت میتونه بقا پیدا بکنه، منجر به این شده که مبارزه با فساد به یک شعار واهی تبدیل بشه. تا چه میزه رشد اقتصادی تاثیر داشته بر افزایش فساد اداری؟ بعد اینکه افغانستان کشوری هست که از لحاظ اقتصادی در حال توسعه هست، در حالی که ما در حال توسعه هستیم، ولی که باز هم میبینیم که فساد در نهادهای دولتی وجود داره. ببینید، رشد اقتصادی، اگر رشد اقتصادی درست وجود داشته باشه، یعنی کاذب نباشه، رشد اقتصادی کاذب نباشه، میتونه از افزایش فساد جلوگیری بکنه و بر کاهش فساد تاثیر بگذاره. اما متاسفانه در افغانستان رشد اقتصادی هم که میگن رشد اقتصادی کاذب هست. کجا هست درآمد و یا همون به حساب عواید سالانه مردم چقدر بالا رفته؟ خیلی از کارها هست، همین حالا در ولایت هرات به رکود مواجه هستن. خیلی از مردم به هرات به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر فقر که در این سالها دامنگیر از اونها شد، مهاجر شدن. به خاطر از اینکه کسب و کار از اونها متاسفانه توسعه پیدا نکرد، اونها مهاجر شدن. چند شرکت در شهرک صنعتی بسته شده متاسفانه به دلیل مسائل اقتصادی. آن چیزی که حکومت گزارش میکنه بیشتر از او و به صلاح وجهه واقعی نداره متاسفانه، و حکومت میه یک سری گزارش ها به خاطر همو فرافکنی یا به حساب دادن رویه به مردم یا به اصطلاح به خاطر از این که وجهه خود بتونه در جلو مردم حفظ بکنه میه ارائه میکنه. اما واقعیت چیز دیگر است. ما رشد اقتصادی نداشتیم. کجا هست این رشد اقتصادی؟ درآمد شما، درآمد ما، درآمد یک دکاندار یا یک شهروند عادی چقدر افزایش پیدا کرده؟ چقدر سبب ما توانایی خرید پیدا کرده؟ متاسفانه به جای از اینکه ما رشد اقتصادی داشته باشیم، متاسفانه همو به اصطلاح قوت خرید ما هم کم شده. شما ببینید 4-5 سال گذشته در هرات زمین ها یا قیمت زمین در هرات اوج گرفت، بالا رفت، و اما در همون زمان پول بود، درآمد بود، مردم می‌خریدن. حالا این پول یا از راه مشروع از او بوده یا غیر مشروع از او، بالاخره درآمد بوده، او بحث جدا هست. اما ببینید از 4-5 سال به این طرف بازار زمین در هرات رکود داشته. زمینی که بوده مثلا 10 لک قیمت از او رسیده به 5 لک، اما حالا همو توان خرید 5 لک نیست، مردم اون 5 لک هم ندارن که بخرن. پس رشد اقتصادی وجود نداشته متاسفانه.
آقای میز، آنچه که در واقع خیلی در محافل اجتماعی و نهادهای مدنی خیلی بحث کردن بررسی، عدم توازن بین معاشات مأمورین دولتی هست. تعدادی هستن که معاش بسیار بالایی دارن، ولی که مأمورین بسته‌های 5 و 6 اون معاش بسیار پایین دارن. تا چه میزان این عدم توازن بین معاشات مأمورین سبب ایجاد فساد اداری میشه؟ طبیعتاً یکی از عوامل فساد اداری در افغانستان همین است که توازن وجود نداره، مخصوصا در بحث معاشات و پایین بودن سطح معاشات کارمند دولت با نرخ تورمی که در افغانستان وجود داره و نیازمندی‌های مادی که به وجود آمده، یکی میتونه یکی از عوامل فساد باشه. نه تنها در بست‌های حالا 4 و 5 تفاوت وجود داره، که در بست‌های 3 و 4 و اینا هم تفاوت وجود داره. کسی که آمده از طریق حالا یک پروسه یا یک روابط، که البته اون پروسه ها هم اسم از او پروسه هست و بیشتر همون روابط مد نظر هست در همین پروسه های استخدام یا تعیینات فعلی، هم آمده یک معاش بلندر میگیره، سوپر اسکیل میگیره، نمیفهم بنوا و اقسام نامها معاشات بلندر میگیره، اما یک شخصی که مدیر مثلا میگم یک ناحیه است در اداره شاروالی هنوز نه رتب شده، نه بس از اون مشخص است و به معاش 7000 یا 8000 میه کار میکنه، خب طبیعتا مجبور میشه که دست به فساد بزنه. به نظر شما تا چه میزانی حکومت وحدت ملی توانسته که فرهنگ سازی کنه و نشان میده که واقعا گرفتن رشوه به هر نوعی مذموم هست، از هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی؟ متاسفانه در بحث فرهنگی نه تنها حکومت وحدت ملی نتونسته که به اصطلاح کار بکنه، به دلیل از اینکه خب ما هیچ نوع برنامه فرهنگی ندیدیم. حکومت وحدت ملی یک رسانه داره به نام رسانه ملی، اما شما برنامه های رسانه ملی را اگر نگاه بکنیم از بعد فرهنگی هیچ بار متاسفانه نداره که مردم بتونن از او استفاده بکنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ داریم، وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از منفعل ترین وزارتخانه ها بوده، در بود فرهنگی حالا هیچ کاری صورت نگرفته. اگر کاری هم صورت گرفته، کارهای به حساب کمی که صورت گرفته، بیشتر نهادهای خصوصی بودن، نهادهای مدنی بودن، سازمانهای حالا اجتماعی یا اینجوهای خارجی بودن که آمدن یک سری ورکشاپ ها، سمینار ها، گفتمان ها در این راستا ارائه کردن. اما حکومت وحدت ملی فقط به چندین جلسه حالا سالانه اکتفا کرده، یک تعداد یا یک به اصطلاح یک سمینار در سطح مرکز برگزار کرده، 4 نفر آمدن سخنرانی کردن، اما او سمینار یا او سمپوزیم یا او به اصطلاح همون گفتمان از اونا هیچ نوع تضمین عملی برای مبارزه با فساد نداشته. متاسفانه ما وقتی صحبت از فرهنگ سازی میکنیم، فرهنگ سازی باید طوری صورت بگیره که همزمان کار عملی هم با او آغاز بشه. شما نمیتونیم به اصطلاح بیایم دم از فرهنگ سازی بزنیم اما در کنار از او هیچ کار نکنیم. شما فرهنگ سازی وقتی صورت میگیره که حاکمیت قانون وجود داشته باشه و مردم ترس از قانون داشته باشن، یعنی یک اهرم فشار بر سر مردم، بر سر متخلف، یعنی کسی که مرتکب جرم میشه، یک اهرم فشار وجود داشته باشه. متاسفانه ما ندیدیم این چیزها در حکومت وحدت ملی، و حکومت وحدت ملی یکی از حکومت هایی است که بیشترین قوانین رو نقض کرده و متاسفانه نتونسته قوانین رو تطبیق بکنه. بعد شما چرا حکومت فقط نظارگر فساد بوده، حالی که میدونه که منبع فساد چیست، ولی کار عملی انجام نمیده که جلوی فساد بگیره؟ طبیعتا این بر روی وجیهه دولت هم تاثیرگذار هست. چرا اقدام موثری حکومت انجام نداده؟ ببینید، حکومت وحدت ملی خب طبیعتا یکی از دلایل هایی که نتونسته این هست که در همین حکومت ظرفیت وجود نداشته. و وقتی که صحبت از ظرفیت میکنیم، باز برمیگردیم به عواملی که آقای آریان اشاره کردن. ببینید، حکومتی که بر اساس ملاحظات قومی شکل گرفته، حکومتی که تعیینات و انتصابات در او بر اساس ملاحظات سیاسی یا ملاحظات قومی هست، بر اساس جنابندی ها هست، خب چگونه میتونه بیایه که کار عملی انجام بده؟ چه کسی میخواد به اصطلاح مجازات کنه و مکافات کنه؟ آیا حکومت
خود میخواد مجازات و مکافات کنه یا سران خود میخواد مجازات و مکافات کنه که طبیعتا این کارو نمیکنه. یکی از دلایل هایی که حکومت نتونسته ای هست که به شدت این حکومت هم مصلحت گرا هست و متاسفانه همون مسائل قومی و کشمکش های قومی و شکاف های سیاسی در درون این حکومت بیشتر و به مراتب زیادتر از حکومت آقای کرزی است. آیا واقعا معاملات سیاسی اینو ارجحیت داره بر تعمیم عدالت؟ بدونید که زمانی در هر جامعه اداره زیر پا بشه، ساختارهای شمای جامعه هم از بین میره. وقتی نگاه میکنیم به حکومت وحدت ملی میبینیم که در اینجا بحث معامله سیاسی هست، حالا که او وزیر حکومت هم میدونه که وزیر فاسد است ولی به روی سرانواری معرفی نمیشه. تا چه میزانی در واقع گرایش به سمت معامله سیاسی و جیهی دولت را در اذهان عامه کاهش خواهد داد؟ ببینیم یک بحث کلی را برخی از اندیشمندان مطرح میکنند برای کشورهای در حال توسعه. در کشورهای در حال توسعه از جمله افغانستان، ما ساختار نظام و ساختار اولیگارشیک هست، ساختاری که یک چند تن معدود در رأس قرار دارن، تمام معاملات در میان اینها صورت میگیره، تغییر تبدیلی ها، جا به جایی ها در درون همین تیم اندک صورت میگیره و عملا شما در انتخابات پیش رو هم میبینه کسان تافلا نامزد کردن برای انتخابات جدید، حداقل اگر یک چهره شما جدید دارین برای نامزدها یا دو چهره که تا حالا خیلی در بحث های کلان سیاسی دخیل نبودن، در فساد سهیم نبودن، دیگه اکثریت کسانی هستن که هر سال از این وزارت به این وزارت، از این سفارت به این وزارت، از این کشور به این کشور در سفارت ها تبدیل میشدن یا بالاخره در وزارت ها جای به جا میشدن یا بالاخره افراد هستن که از اون گذشته در جریان های سیاسی افغانستان دخیل بودن. این حکومت های الگارشیک میگه در یک دوراهی قرار میگیرن که اینا باید انتخاب کنن و اینها مسیر خود انتخاب میکنن، یا باید منافع شخصی خود زیر پا کنن، منافع شخصی خود در نظر نگیرن، منافع عمومی رو در نظر بگیرن، یا ای که باید چیکار کنن، منافع عمومی رو زیر پا کنن تا ای که منافع شخصی خود تامین کنن. چرا؟ چون اگه خواسته باشن منافع عمومی رو تامین کنن، به دراز مدت منافع خود اینها با پرسش کشیده میشه. شما یک دوره در نظام هستیم، اگر بر منافع عمومی در نظر بگیریم، شاید دوره بعدی باز افراد دیگه باید به قدرت برسه، این مورهایی که شما داریم شاید اینا قابل پذیرش نباشه برای نظام بعدی. و به این اساس شما باید جار خالی کنیم برای افراد جدیده، برای افراد شایسته تر، یایی که خود شما خود در اون سطح برسانیم که شما رو بپذیره، تمام ملت بپذیره و بالاخره جای پای برای دراز مدت بتانیم داشته باشه. متاسفانه در کشورهای جهان سومی عموماً گزینه دومی که عبارت از ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی هست. ما عملا در افغانستان میبینیم در 17 سال گذشته عملا همین مورا هستن. ما تغییر نداریم در وزارت ها. این در حکومت وحدت ملی چهره‌های جدید اندک وارد شدن ولی اینها هم انقدر تاثیرگذاری چندان نداشتن. چرا؟ چون رسم نمیخواست تغییرات رو به وجود بیاره. این که چه اندازه فاصله به وجود بیاره، خود حکومت هم همیشه میگه که فساد لکه ننگیه بر پینک ما، بر پینک پارلمان، بر پینک کل این نظام. خودشان همیشه از سر آقای رئیس جمهور گرفته تا وزیرها، تا افراد پایین رتبه تر، تا والیان در نشست‌های مختلف بیان میکنن. ولی عملا بیاییم بگوییم ببینیم که چه کسی، کدام وزیر در 5 سال گذشته محاکمه شده؟ کدام وزیر؟ کدام وزیر اگر برکنار شده به اساس این بوده که او فساد کرده یا درست کار اجرا نکرده؟ میبینیم تمام وزیرهایی هم که جا به جا میشن به اساس مصلحت اندیشی و به اساس منافع سیاسی هست که افراد دارند، باید این وزیر کنار شده. وزیر کدام والی در 4 سال گذشته، بیشتر از 4 سال گذشته به محاکمه کشانده شده؟ چون اینا همگی به هم وابسته هست، همگی از همین فرایند تقضیه میکنن، خب نمیخوان که فرد دیگر هم محاکمه بکشن. افرادی هم که تا فعلا محاکمه شدن یا شده یا نشده، خب خیلی افراد پایین رتبه که اینا برای رسانه ها ارزش خبری نداشته که اینا بیان پوشش بدن. واضح هست که میان ملت و میان دولت فاصله امروز از هر زمان دیگر بیشتر وجود داره، به ویژه میان خود نخبگان. حداقل شاید مردم عام هنوز خیلی درک از همه ابعاد نداشته باشم، حتی ما که اینجا صحبت میکنیم از فسادهای بزرگ خبر نداریم. چرا؟ چون درون نظام نیستیم. کسانی که درون نظام هستن اونو حرفای دیگر باز دارن، هنوز حرفا پیچیده تر و تشکر از شما. صدای شهروندان هم آماده هست، باید دیگر میبینیم دوباره برخواهیم کش. همان
همان گونه که فساد از حکومت‌های قبلی به میراث مانده بود و تا حکنون گرچه مبارزات زیاد با فساد شده در ادارات و با آمدن حکومت وحدت ملی روی کار مبارزه جدی با فساد صورت گرفت که در این قسمت ما شاهد یک تغییر مثبت‌تر بودیم که چون اعتماد بیشتر به نسل جوان شد. اگر یک گوشتی که بوی بگیره، بوی تعفن بگیره، خراب شه، او را اگر 100 دفعه به یخچال بگذاریم او دوباره به حالت اصلی خود برنمیگرده. همین دولت ما بوی تعفن گرفته، این ویروسی شده، هر کس که به اون نزدیک شه او رو ویروسی میگیره. در کل در دوره ریاست رئیس جمهور آقای کرزی خود از اونا به صراحت اعتراف کردن که فساد در ادارات به یک شکل گسترده وجود داره و متاسفانه که یک پالیسی یک برنامه درستی صورت نگرفت برای مبارزه و یا جلوگیری از فساد که به همون شکل گسترده خود ادامه پیدا کرد تا ای که حکومت وحدت ملی شکل گرفت. البته حکومت وحدت ملی از نظر من خودی هم به یک حالت در طی فساد به وجود آمد. بله فساد بده گفتم که در قمندنی امنیه داره، در شایویلی کل در ولایت داره، در معارف داره، تا فساد میگم ابی چکی دولت همه اینا با رشوه خریده میشه. اگه اون چکی که فیس بل الله شیشتیه برای الله بیا اون نشون ده، برای قرآن نشون بر نشون ده. در بعضی از ادارات فساد دولتی وجود داره، هر ما انکار کرده به عنوان یک شهروند هرات کرده نمیتونم فساد وجود داره و امید هست که ریاست فساد مبارزه با فساد با مبارزه اداری در این قسمت توجه جدی بکنه. بعضی از ادارات هستن که فساد از اونها همچنان جریان داره و هیچ اعتمادی به ادارات دولتی در قسمت فساد نیست، بدون شک ضوابط روابط بر ضوابط حاکمه. این اگر جان خود بکنم این فساد گم نمیشه، چرا که در اصل فساده. من یک طور مثال میگم، مردم بیچاره که در این شهر در هر کنار گوشه روز تاشم جون میدم، ایر مالیات میارم تحویل میکنم به می دولت، به از اولی کافی دست خور نون خوردن خور نداره، میاره به می دولت مالیات میده که می دولت بلکه بازو کمک کنه. دولت رو میبینیم که می پول مردم رو میگیرم به شکل بسیار ناجوان مردانه و بسیار بی شرمانه بگیم به درباره انتخابات و درباره دیگه مصرف میکنم و پول بعدر میرم. فساد وجود خیلی داره و الان هر کس میای رئیس جمهور میگه که رئیس جمهور ما در از کشور ایتو میکنم این رقم گیری رقم میکنم، زمانی که میبره نه میره او گپاک بگه برافت بعد که شما از واسه کنه که خبرنگار شما نگاه کنه که سعی کنه که اینا با چیکار نمیکنم. اینا بابا رئیس جمهور هم کسی کشور رو آروم کنه. در اواخر دوره حکومت جناب رئیس جمهور گذشته بسیار در اوج میرفت که بیشتر نشأت پیدا میکرد، بیشتر رشد میکرد، که متاسفانه به دوره حکومت وحدت ملی ما به تمام ادارات کوچک و بزرگ ما شاهد فساد هستیم متاسفانه. اصلا موفق نبودم، بدتر کردم. اینا دروغ میگم، گفتیم که امی اصلا حکومتی وجود نداره، یک تعداد مافیای چوکی آمدن در رأس گرفتم، حکومت دست به دست میکنم. حکومت وحدت ملی در سالهای اخیر که ما 2 سال اخیر نگاه بکنیم، پروژه های زیربنایی به زحمت زیاد کشیدن، پروژه ها رو فعال گرداندن. نمونه از بند سلمار ما میتونیم بگیم، پروژه تاپیر میتونیم بگیم و فرد پروژه رای لاجورد میگیم که اینا همه نتیجه دستاورد حکومت وحدت ملی بوده و اگر چنین پیش بره امید از این هستیم که لااقل افغانستان از این فلت حالت فعلی نجات بیابه، یک حالت مثبت‌تر سوق داده شه. 40 سال به کشور جنگه، به 40 سال این مردم همه هرمون به خاک رفته، این کشور کی دیگه این کشور آروم میکنه؟ یکی از شعارهای بزرگ جناب رئیس جمهور ای بود که با فساد مبارزه میکنه و مردم انتظار زیادی داشتن برای حداقل کم کردن فساد، از بین بردن فساد، که با تاسف ما شاهد بسیار حالتهای بزرگ فساد در جامعه هستیم در تمام ادارات دولتی. همین حکومت وحدت ملی به همین وعده‌هایی که کرده، اردوی ملی به هر نفر روزانه چقدر پول مصرف میشه، اینا رو به مفت و مجانی به کشته میدم، بالای مصرف میشم اینا رو به کشته میدم. اینا آیا این وطن اینا اولاد ندارن؟
اینا اولاد از اینا کی میگه دوباره دوباره به وطن چی میکنه، اینا رو تربیه میکنه. در هر گوشه ای که در این وطن سعی کنی جون از فساد، جون از بدبختی دیگه چی نیه، همان برمیگرده به منشأ اصلی که خود انمو کابینه دولت و همین دولت وحدت ملی بود که اینا چی شده. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، من و مهمانانمان در بسم و همین باری از صدای شهروندان رو دیدیم و شنیدیم. گله و شکایت زیاد داشتن از فساد اداری. اگر یک نگاه داشته باشیم به ادارات، بیشتر فساد در کدام سطوح مطرح است؟ ببینید، فساد در تمام سطوح موجود است متاسفانه. شما برای گرفتن یک تذکره هم که بریم باید با فساد مواجه میشیم. شما اگر خواسته باشیم یک کار صادرات و واردات هم داشته باشیم، در سطوح کلان از او با فساد مواجه هستیم. شما اگر به یک نهاد امنیتی هم مراجعه میکنیم متاسفانه با فساد مواجه هستیم. به نهاد عدلی قضایی هم مراجعه میکنیم با فساد مواجه هستیم. یعنی در تمام سطوح متاسفانه فساد وجود داره و مردم هم به حق هستن و مردم واقعا دیگه خسته شدن، تاب و توان از این ندارن که بیشتر از این ای پدیده به اصطلاح اونا رو متضرر بسازن. اگر بیم ارزیابی کنیم بین حکومت وحدت ملی و حکومت آقای کرزی، در حکومت آقای کرزی بیشتر فساد از پایین به بالا بوده و در این حکومت بینیم که چون شما عرض کرد اگر ما قائل بشیم که یک فساد سیستماتیک وجود داره، بیشتر تمرکز بر روی ریشه‌کن کردن فساد در سطوح پایین هست، اما در بالا یک کسانی که در واقع اینا مقام های بلند دارن اونها زیاد توجه نمی کنن و دست نظر هست که هر گونه فسادی انجام میدن. تا چه میزانی شفافیت در استخدام میتونه که جلوی فساد رو بگیره؟ و طبیعتا آنچه که شهروندان هم گفتن، برای اینکه شما یک بست رو شما شامل بشیم مجبور هستین که پول پرداخت کنیم. دقیقاً ببینید، یکی از اولویت هایی که در استراتژی ملی مبارزه با فساد هم که همین حکومت وحدت ملی و استراتژی ساخته ای است که ایجاد یک سیستم خدمات ملکی هست که بر اساس اصل شایسته سالاری استخدام ها صورت بگیره. اما متاسفانه آن چیزی که دیده میشه ای هست که هنوز اون سیستم به وجود نیامده و متاسفانه باز هم میبینیم که تمام تعیینات ولو اینکه از طریق اصلاحات هم و اداره اصلاحات خدمات ملکی هم صورت میگیره، اما روابط و تعلقات سیاسی و قومی در اون نقش داره و متاسفانه هنوز هم میبینیم که اون انتخاب او تعیینات بر اساس همون روابط و تعلقات سیاسی قومی صورت میگیره. طبیعتا اگر ما بیایم تمام استخدام ها، یعنی بتونیم یک روند استخدامی در کشور ایجاد بکنیم که افراد بر اساس شایستگی بیاین و بر اساس لیاقت خود بیاین، میتونه تاثیر چشمگیری داشته باشه بر کاهش فساد. متاسفانه ایجاد این سیستم ظرفیت بالایی میخواد، حکومت میخواد که خود از او آغشته با فساد نباشه و حکومت میخواد که مصلحت گرا نباشه، که متاسفانه این چیزها این شاخص ها حکومت وحدت ملی نداره. حتی در بستر رقابتی که از طرف حکومت در واقع بشه کانکوری هم گرفته میشه و خیلی داوری هست که در این آزمون شفافیت وجود داره، برای اینکه اصلاحاتی داریم تانه میگیره و وزارت اصلاحات داری نمره میده. در این قسمت همی فکر میکنه که فساد وجود داره؟ خب ببینید، بحث امتحان کانکوری یک بحث هست که یکم اگه پیچیده هست و متاسفانه در همون جه هم ما آوازه های شنیدیم که فساد وجود داره. مثلا زمانی که سال گذشته برای ریاست معارف هرات میخواستن یک سری معلم ها استخدام بشن، یک سری کارمند ها برای از او استخدام بشن، آوازه های وجود داشت که کسانی آمدن گفتن برای متقاضیان کار که اگر شما مبلغ یک لگ افغانی پرداخت بکنید ما شما شامل امتحان میسازیم یا در امتحان کامیاب میسازیم. اینا هنوز وجود داره، این آوازه ها وجود داره. اما ببینید، این امتحان کانکوری برای چی بست های میشه؟ برای بست های میشه که متاسفانه بست های کلیدی نیست و بست های نیست که در اونجی منابع عایداتی باشه. متاسفانه تمام بست هایی که حالا اونجی فساد در اونجی میتونه بیشتر باشه یا فساد میتونه چشمگیر باشه، بست های کلیدی هست که متاسفانه از این طریق کانکوری اونا انجام نمیشه و بر
اساس همون ملاحظات سیاسی هست، ملاحظات قومی هست و تبعیضاتی که در متاسفانه در سیستم وجود داره. شما هفته گذشته ریاست معارف هرات به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری، کمیته گزینش یا شارت لیست کردن کارمندانی که اونا نیاز دارن بونه. فردی هست که قبلا در پست ریاست معارف ولایت هرات شارت لیست شده، امتحان داده، حالا به دلیل همون فساد موجوده یادم انتخاب نشده، بعد آمده درخواستی داده با پست معاونت، امسال دوباره با پست معاونت، از طرف همین کمیته شارتلست نشده و دلیل آوردن برای از او که تو تجربه مرتبط با کار نداری. کسی که حداقل 11 سال یا 12 سال در معارف در سطوح مدیریتی کار کرده، برای از او گفته میشه که شما تجربه مرتبط با کار نداری. ببینید متاسفانه هنوز هم این چیزا وجود داره و همین اصلاحات اداری هم آنچنان شفاف نیست و متاسفانه شک و شبهه در کار از اینا وجود داره. آقای آریام، جامعه جهانی در حالی که میدونن کسانی که در رأس حکومت افغانستان قرار دارن و این حرمی که شما گفتین مطابق به همون حرم پیش میرن و اصلاحاتی رو به منظور مرزا افساری دارین نمیارن، چرا با این هم باز هم بر روی حکومت وحدت ملی نگاهی دارن و پروژه ها و کمک ها رو به همین حکومت میرن؟ ببینیم، اگر نمیفهم در یک بس پیشتری بود ما با شما بس کردیم یا یک از رسانه های دیگر بود، حداقل ما به این نتیجه میرسیم که در بحث صلح دیدیم که آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که سرمایه گذاری روی اون حکومت دیگه به سود ما نیست. آمریکایی ها به این نتیجه رسیده بودن که دموکراسی در افغانستان معنا نداره، دیدن که با طالبان پیش رفتن و احتمال این میرفت که حکومت به وجود بیارن به حمایت پاکستان، با چتر پاکستان، حکومتی که طالبان در او سهم اساسی داشته باشن و بالاخره حضور آمریکا هم با حضور حکومت جدید هم تثبیت بشه و بالاخره باز هم اونا بپذیرن. خب برداشت مدعال هم چون چیز هست و فکر میکنم آمریکا هم همچون مسیر میخواست دنبال کنه، چون آمریکایی‌ها هم به نوع خسته شدن. اما اگر بگوییم که اونا میتونن همه روی مجرای مختلف فساد اونا تأثیر گذار بشن زمانی که ما نخواهیم، خب اونا هم نمیخواهند دیگه. شاید در موارد میبینیم برخ وقتا هشدارهای میدم، هرچند خب ما انتظار نداریم که اونها بیایم فساد در افغانستان کاهش بدن، چرا کشور خارجی هست، کشور دیگری هست، این کشور کشور مستقل به نوع خوب بالاخره میتونیم بگوییم. اینها باید اگه میخوایم با فساد مبارزه کنم، اگر ما نمیخوایم با فساد مبارزه کنیم، اونها چگونه میتونن کار در اینجا انجام بدن؟ و در یک سطحی هم شاید از این جریان فساد اونها هم سود ببرن که همین وضعیت وجود داشته باشه. اگر حکومت مستقل و حکومت توانای، حکومت مقتدر به وجود بیاید، خب این یک بحث کلان است که خب به نفع اونها نیست در نهایت امر. ولی که چرا کمک میکنم، خب از روی ناگزیری حضور آمریکا در افغانستان. باید حداقل برای افکار عمومی، هیچگاه آمریکایی‌ها، هیچگاه جهان نمیخواد افکار عمومی مخالف اونها بشه، مشکل ندارم با حکومت خود، خوش هستن ناخوش هستن هرچی هست این بحث جدایی هست، ولی هیچگاه نمیخواد در مخالفت با حضور خارجیان افکار عمومی در افغانستان شکل بگیره. و در این حال اگر بخوام که اینا هم کمک های خود قطع کنم، مطمئن باشم که این بیکاری که حالا اگر بگم فکر کنم نرخ بیکاری 60% باشه یا 50%، اگر همین کمک ها هم کم بشه، نرخ بیکاری به 70-80%، اگر مدیریت کمک ها در دست خود خارجی ها باشه، فکر نمی کنید که میزان فساد کاهش پیدا خواهد کرد؟ ببینیم این که مدیریت کامل بگیم به دست خارجی ها باشه، از کدام مجرا مصرف کنن؟ آیا از طریق مؤسسات یا نهادهای مدنی و نهادهای غیر دولتی مصرف کنن که حکومت ما با این موافق نیست؟ در این حال در این عرصه هم فساد گسترده وجود داره، نه تنها که در حکومت بلکه در حوزه نهادهای غیر دولتی هم فسادهای گسترده‌ای وجود داره که پس باز هم مجرا فساد هست. اگر از طریق مجرای حکومت هم که متاسفانه می‌بینیم تا فعلا فساد وجود داره، ولی اگر بگیم که اونا قوه اجرایی دارن که بیان سر حکومت افغانستان فشار بیارن که توی کار نکوب، خب نداره. زمانی که ما نخواهیم تغییر به وجود بیاریم، حکومتمون نخواهیم، ملت نخواهیم در کلیت، خب خارجی‌ها هم نمی‌خوان کار بکنن. ولی در حداقل بارها برای ما طعنه زده آقای ترامپ،
به گونه های مختلف برای ما رسانده که ما خسته شدیم از این پول روان کردن برای شما. مقامات کشورهای مختلف حداقل شعارهایی که میبینیم برخی وقتا در رسانه ها مطرح میشه یا در شبکه های اجتماعی مطرح میشه که فلان نخست وزیر کی چی گفته، فلان وزیر چی گفته، طعنه های برای حکومت ما از جاهای مختلف برای ملت ما در کل میرسانن. خب اونا دیگه نمیتونن بیان سر ما فشار بیارن که حکومت افغانستان مستقیم فشار بیارن که شما فساد نکنیم. و گفتم در بحث دیگه هم شاید اونا هم از همین فرایند سود میبرن، ولی حداقل ما از این میخواییم بگویم که اراده در درون حکومت افغانستان وجود نداره. از این که حداقل دیدیم که اگر کس خواسته باشه کار بکنه میتونه. آقای سالی که برای 27 روز به وزارت گماشته شد، این 4 سال گذشته هم افغانستان بود، این 4 سال گذشته هم این ظرفیت را داشت. حداقل اگر کسان اندک روی اینا حساب مردم حساب باز میکنه، هنوز یک از اون آقای صالح بود. ولی دیدیم که همین انتصاب آقای صالح هم به عنوان وزیر داخله به اساس یک مصلحت و به اساس یک منفعت سیاسی، وگرنه اگر اراده سیاسی باشه مثل آقای صالح حداقل چند نفر دیگه ما میتونیم پیدا کنیم و حداقل میتونیم همین صالح برای چند روز دیگه حفظ کنیم دیگه. آقای حمید، به نظر شما رای حل چه هست؟ چه کاری و صورت بگیره که میزان فساد داری در افغانستان کاهش پیدا کنه؟ خب ببینید، راه حلی هست که ما اولا حاکمیت قانون را داشته باشیم در افغانستان. در قدم اولی هست که قانون باید تطبیق بشه و قانون باید روی همه تطبیق بشه. یعنی نیست که افرادی باشن با معافیت قانونی، با مسئولیت قانونی در افغانستان باشن و هر کاری بکنن. قانون باید تطبیق بشه. دوم که نهادهایی که مبارزه با فساد میکنن باید مستقل باشن اینا. یعنی نهادهایی باشن که وابسته به حکومت نباشن تا بتونن افرادی که در پایه‌های در رتبه‌های بلند حکومتی کار میکنن اینا رو بتونن مورد پیگیری قرار بدن، مورد پرسش قرار بدن، تفتیش بکنن. متاسفانه ببینید در قانون مبارزه با فساد اداری افغانستان پارلمان ملاحظاتی روی از او داشت، پارلمان تصویب نکرد. در ماه میزان سال گذشته، سال 1397، کابینه میای او تصویب میکنه و بعد در 9 عقرب هم او از طریق جریده رسمی به نشر سپرده. 30 ثانیه فرصت داریم. و متاسفانه یکی از مواردی که بوده کمیسیون گزینش بوده برای کمیته مبارزه با فساد اداری که متاسفانه او کمیته رو آمده تحریف کرده کابینه و آمده تمام افراد غیر دولتی رو از او کمیته حذف کرده، از او کمیسیون حذف کرده و یک کمیسیون دولتی ساخته. شما وقتی که یک کمیسیون دولتی میسازیم طبیعتا توقع نداشته باشیم یک کمیسیونی که وابسته باشه به نهادهای حکومتی نمیتونه مبارزه با فساد کنه، نمیتونه فساد از دستگاه حکومت تشکر کنم. تشکر از مهمانان آقای جواد حمید فعال مدنی و آقای سلطان آریا استاد دانشگاه و تشکری ویژه از شما ایزان دارم که تا این لحظه با برنامه پرسشگر همراه بودین. تا برنامه دیگر بدرود.